دوستای عزیزم سلام، من سمیرا. امروز اومدیم به ساحل پایتخت نشینان توی منطقه 22 تهران که یکی از جذابترین جاذبه های تفریحی شمال غربیه و شما میتونید توش هیجان انگیزترین تفریحات رو تجربه کنید. پس با من همراه باشید تا با هم توی فضای بی نظیر آرامش بخش قدم بزنیم و اونو از نزدیک ببینیم. راستی فراموش نکنید که قبل از دیدن ویدیو کانالم رو سابسکرایب کنید و با لایک ها و کامنتتون ازم حمایت کنید. دریاچه چیتگر یا دریاچه شهدای خلیج فارس بزرگترین دریاچه مصنوعی ایران و هدف ساختنش کم کردن آلودگی هوا و لطیف کردن هوای تهران بوده. الان هم وقتی وارد محوطه دریاچه میشید میتونید تغییر کردن هوا و لطافتش رو قشنگ حس کنید. ورودی دریاچه رایگانه، به خاطر همینن خیلی اینجا رو واسه تعطیلات آخر هفته یا حتی در طول هفته انتخاب میکنن. اینجا یکی از بهترین جاذبه های گردشگری ایرانه. توی سال 2015 هم به عنوان یکی از 10 پروژه برتر جهان شناخته شده بود. واسه همین در طول سال کشورهای مختلفی توریستای زیادی برای تفریح به اینجا میاد. رستوران ها و کافه های زیادی دور تا دور دریاچه است، اما بهترین رستوران ها که باملنده. باملند یکی دیگه از لوکس ترین مراکز خرید تهرانه که توی حاشیه دریاچه است. حتما براتون ازش یه ویدیو تهیه میکنم و اونجا رو بهتون نشون میدم. ببینید آب دریاچه چقدر تمیز و زلاله. شنا کردن هم توش ممنوع کردن که همینجوری تمیز بمونه. خیلی از کسایی هم که اهل ورزش مخصوصا دوچرخه سواری هن میان اینجا تا کنار منظره زیبای دریاچه دوچرخه سواری کنن. اطراف دریاچه تقریبا 5 تا کیوسک هست که میتونید ازشون دوچرخه کرایه کنید و سوارشون بشید. یادتون نره برای کرایه دوچرخه حتما کارت شناسایی همراهتون باشه. Thank you.
I
به لطف وجود دریاچه تهران تونسته میزبان پرنده های مهاجر زیادی باشه. میگن تقریبا 114 تا گونه پرنده توی اینجا شناسایی شده که بیشترشون مهاجرن. لطفاً برای مراقبت از این پرنده ها سعی کنید در خوراکی خودتون بهشون ندید. اگه دوست دارید میتونید غذای مخصوص پرنده ها رو تهیه کنید و براشون بریزید. دریاچه چیتگر بهترین گزینه برای تفریح توی چهار فصل ساله. قایق سواری هم یکی از تفریحاتشه. شما میتونید قایق موتوری، پدالی، اتوبوسی، هر کدومی که دوست دارید سوار شید. خب اومدیم سوار این ون الکتریکی ها شدیم تا دور دریچه را یه بار دیگه با دورتون ببینیم و از منظرش لذت ببریم. این ون ها ایستگاه خاصی نداره. شما هر جای دریچه که ایستاده باشید میتونید بهشون بگید تا نگه دارن و سوار شید. Thank you.
یکی دیگه از تفریحات هیجان انگیز اینجا این چرخ و فلکه. البته هیجان انگیز تر از اینم داره، مثل سرسره سقوط آزاد، راید اسکیت، پرش آزاد. مرسی که تا انتهای ویدیو همراه من بودید. منتظر پارت دوم این ویدیو باشید تا بقیه قسمت‌ها رو توش با هم ببینیم.